بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز سلام بر شما. برنامه گفتنی هاست و ما وارث حسرت در خدمت شما هستیم. بعد از به وجود آمدن دوره جدید در ساختار سیاسی کشور، کارهای مهمی در راستای بازسازی افغانستان صورت گرفته، ولی با آن هم مردم از کندی این روند شاکی هستند. ولی ناگفته نماند که در طی 10 سال کارهای بسا بزرگی انجام پذیرفت. در این برنامه در 2 بخش گفتنی های خواهم داشت. در آغاز در مورد بازسازی میدان هوایی چغچران صحبت خواهیم کرد و در بخش دوم برنامه در مورد زنان تجارت پیشه افغان گزارش خواهیم داشت. های عزیز، خط رنوی میدان هوایی چغچران به تازگی به بهره برداری سپرده شده است و گذشته از آن این میدان با چراهای پرواز، پارکینگ و ساختمان آتش نشانی مجهز شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی بهره برداری این میدان را در رشد اقتصاد کشور سودمند می دانند و می گویند که جاده های داخل این میدان نیز به گونه اساسی اسفالت شده است. ولایت غور کوهستانی و سبل عبور است که سرک های کابل غور هرات نیز خامه می باشد و رفت آمد مسافرین به ولایات همجوار با مشکلات زیاد مواجه است که به همین منظور خط رنوی میدان هوایی چغچران، سرک ها، عمار سیلبرها، چای سپتیک، دیوار احاطه و حفره چای عمیق و آب آشامیدنی به پایان رسیده است. اگر منظورتان حجم پروژه باشه که پروژه یک میدان استاندارد هوانوردی است که میدان‌های منطقوی در دنیا معروف است، یک میدان منطقوی برای چغچران و قسمت‌های مرکزی افغانستان که دارای یک رنوی 2000 متری یا 2 کیلومتری است با عرض 30 متر، 2 شولدر با عرض 30 متر داره و همینطور دریناژ و یا جمع‌آوری آب‌های سطحی از سطح رنوی به بیرون، همچنین دارای یک ترمینال است، ترمینال مسافربری، برج مراقبت در 3 منزل و 4 واحد مسکونی برای پرسنل اونجا با تمام امکانات و مبلیزه شده، 2 ساختمان، یکی برای اطفائیه آتش نشانی است و 1 ساختمان نگهداری مکانیکی یا مینتیننس ورکشاپ اونجا داره. سرک های داخلی ارتباطی بین ساختمان ها اونا هم اسفالت است که ساخته شده، تقریبا 1000 متر مجموعاً و یک اتاق جنراتور داره، 2 دستگاه جنراتور مختلف نصب شده اونجا، 1 منبع آب با ظرفیت 10 متر مکعب یا 10,000 لیتر، منبع هوایی با موتورخانه با پمپاژ و 2 چایی که بتونه آب تامین کنه اونجا. میدان هوایی چغچران به بهره برداری قرار گرفت و پروازهای طیارات را به غور جهت انتقال مسافرین و رفع مشکلات رفت و برگشت مسئولین، نهادهای ملکی و مردم آغاز گردیده. ما توان اجرایی خود بالا بردیم، تیمای اجرایی خود را زیاد کردیم، ماشینری خود تعدادش را زیاد کردیم و کوشیدیم که این پروگرامی که میسنجیم موفق باشه و خوشبختانه موفق شدیم و توانستیم کار به ثمر برسونیم. مثلا رگریشن ما میتونست 8 ساعت کار کنه، ما 16 ساعت 17 ساعت در شبانه روز کار میکردیم اونجا، تولید جغل میکردیم که پس نمانیم از اون و همزمان کار ساختمان، کار کانکریت، کار خاکریزی، بدن سازی سطح رنوی، اینا رو همزمان شروع کردیم. نشده که ما بشکنیم کار متوقف کنیم تا کار دیگه شروع شه، همزمان 3 پروسه رو شروع کردیم و به توکل خدا پیش بردیم، موفق شدیم. قدرت ترانسپورت